شاگردای عزیز سلام، امید است که روزهای خوش را سپری کنین و به امید موفقیت ها و کامگاری هرچی بشر شما باز هم این ساعت کیمیا را آغازگر میشیم. البته نام خدا شما صنف هفتم هستین، مضمونی که میخوانین مضمون کیمیا است و موضوعی که امروز شما ای را میخوانین و با بالای صحبت میکنم تعامل کربن با اکسیژن میباشه. خب، آداب آموزشی ما چی میباشه؟ من از شما توقع دارم که در پایان تدریس به این آدابی که من بعدا ای را میخوانم شما دسترسی پیدا کنین یا نایل شوین. یک، شاگردا بدانن، یعنی شما بدانین که کربن با اکسیژن تعامل نمیده و اکسایدهای کربن را تشکیل میده. دوم، معادله تعامل کربن با اکسیژن را توضیح نمیده بتانن. وقتی که شما کیمیا میخوانین، توضیح معادلات کیمیایی را میخوانین، پس شما باید توضیح تعامل کربن با اکسیژن یاد گرفته باشین. سوم، درک نمایان که کربن و اکسیژن با هم تعامل کرده میتانن. این بود اداف ما که در آخر ساعت باز من شما پرسان میکنم که واقعا شما ای را باید یاد گرفته باشین. خب، پیش از اینکه من راجع به این موضوع تعامل کربن با اکسیژن با شما صحبت میکنم، از درس گذشته یک مرور کوتاه داریم. خب، درس گذشته تان چی بود؟ روز قبلی که خواندیم توازن معادلات کیمیایی، بسیار خوب. توازن معادلات کیمیایی عبارت از مجموعی کتله های مواد تعامل کننده باید مساوی باشد با مجموعی کتله های مواد حاصله یا مسئول تعامل. کیره ما و شما به طور خلاصه به نام قانون بقای کتله یا قانون تحفظ کتله ای را ما شما یاد میگیریم. آره، میاییم ما شما بالای درس امروز خواهدن. خب، درس امروز ما تعامل کربن با اکسیژن میباشه که تقریبا مشابه به درس قبلیتان میباشه. خب، تعامل کربن با اکسیژن. ایران بازم من بروی یک چارتک به شکل بسیار خلاصه نوشته کردم، بالای تخته نصبش میکنیم و ما بالاش یک مرور میکنم. پیش از اینکه ما و شما بالای درس صحبت کنیم، من یک سوال کوتاه دارم و یک سوالی دارم که تقریبا ما و شما هر روز به این در زندگی روزمره برمیخوریم. سوال قسمی باشه که آیا میدانید که در نوشابه های گازدار نوشابه های گازدار کدام می باشد؟ بسیار خوب، کوکاکولا، فانتا و امثالش. کدام گاز ها در ایام موجود می باشد؟ بسیار خوب، کدام گاز؟ گاز کربن، بسیار خوب، و گاز اکسیژن. یعنی ای امی کوک و فانتا متشکل از عناصر کربن و اکسیژن می باشد. نام خدا. خب، ایناله ما و شما می آییم بالای درس امروز. تعامل کربن با اکسیژن. یک تعاملات بسیار مهم کربن عبارت از تعاملات آن با اکسیژن می باشد. هرگاه ما گرافیت، زغال سنگ در زمستان در بخاری ها می سوزانین و غیره مواد کربنی با اکسیژن در هوای آزاد می سوزن. وقتی که یا سوختن در نتیجه کربن دای اکساید و یا کربن مونوکساید را تشکیل میده که البته یکیش به شکل احتراق مکمل و دیگه به شکل احتراق نامکمل میباشد. اول تعامل کربن با اکسیژن تشکیل گاز کربن مونوکساید را میگه. این ما بالای تخته برای که شما خوبتر و بهتر به این موضوع پی برده باشین، به عمق موضوع پی برده باشین، من بالای تخته براتون نوشته میکنم و بعد این را توضیح میکنیم. کربن سمبول سیست و ای به شکل چی می باشه؟ به شکل جامد می باشه. زمانی که امرای اکسیژن ترکیب میشه یا تعامل میکنه، اکسیژن هم تمام میفهمین به شکل گاز می باشه.
وقتی که تعامل میکنه تشکیل گاز کربن مونوکساید میکنه. کربن مونوکساید. چرا کربن مونوکساید میگیم؟ چون که یک اتم اکسیژن داره. کربن مونوکساید. خب و یام به شکل گاز تولید میشه. کربن جمع اکسیژن تعامل میکنه و کربن مونوکساید میسازه. مونوکساید یعنی دارای یک اتم اکسیژن میباشه. خب اینا رو ما شما ای را توضیح میکنیم، یعنی موازنه را برقرار میکنیم و یا ای که تعداد اتم های کربن و اکسیژن را به طرف چپ و راست تعامل حساب میکنیم. خب بسیار خوب حساب میکنیم. اینجا چند اتم کربن داریم؟ یک اتم. کربن ما مساوی به یک. چند اتم اکسیژن داریم؟ دو اتم. اکسیژن ما تعداد چند؟ تعداد دو. حالا طرف راست تعامل ببینیم. تعداد کربن ما چند است؟ یک. اکسیژن ما مساوی یک. آیا این تعامل توزیع شده یا نشده؟ نشده. بسیار خوب. چرا نشده؟ برای که تعداد اتم های طرف چپ و راست تعامل با هم مساوی نیستند. اینجا ما دو اتم اکسیژن داریم، اینجا یک اتم اکسیژن داریم. پس چی میکنیم؟ اینا برای که موازنه برقرار شه یا معادله در حالت توازن یا توازن قرار بدیم، ما چی میکنیم؟ ببینید اینجا یک اتم کربن، یک اتم. تعداد اتم های کربن ما برابر مساوی. اکسیژن حساب میکنیم. چند اتم؟ دو اتم داریم. اینجا چند اتم داریم؟ یک اتم داریم. فوراً کربن مونوکساید ضرب دو میکنیم. اینجا یک دوی کلان به شکل دوی عمومی و طرف چپ کربن مونوکساید نشته میکنیم. خب حال تعداد اتم های اکسیژن ما به دو طرف تعامل یا معادله برابر شد. تغییر در چی آمد؟ تغییر در تعداد اتم های کربن آمد. اینجا ما دو اتم کربن داریم، اینجا یک اتم کربن داریم. فوراً کربن ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. یعنی اینمی دوره انتقال میتیم، اینجا نشه میکنیم، اینا رو میبینیم، دوباره حساب میکنیم. کربن ما چند هستم؟ دو هستم. اکسیژن ما چند هستم؟ دو هستم. این طرف ببینیم. چند هستم کربن؟ دو هستم. چند هستم اکسیژن؟ دو هستم. پس معادله در حالت چی قرار گریم؟ در حالت توزیع یا موازنه برقرار. این رو میگیم که کربن مونوکساید تولید شده. وقتی که زغال داودانک میپرتین، امرای آتش یا کدام چیز در میتین، این رو پکه میکرین. پکه میکرین، این آتش لمبه میکنه. وقتی که لمبه کرد، یک چند دقیقه رو میمانین، دوباره پکه زدن بس میکرین. در این حالت یک مقدار گاز به شکل گاز آبی رنگ بلند میشه. این می عبارت از گاز کربن مونوکساید می باشد. وقتی که اینجا اعتراق مکمل صورت نمی گیره، وقتی که این می زغال در منقل می پرتین و زیر صندلی می مانین، اونجا گاز کربن مونوکساید تولید می شه و باعث خفه کردن انسان می شه. اینا رو مدل دوم در نظر می گیریم. مدل دوم هم قسمی که شما می بینین، کربن امرای اکسیژن ترکیب می شه و تشکیل کربن دای اکساید میکنه. کربن به شکل چیز؟ به شکل جامد است. جامد. اکسیژن یا به شکل گاز. زمانی که با هم تعامل میکنن تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه. کربن دای اکساید. نرشه میکنیم. کربن جمع اکسیژن بعد تعامل کربن دای اکساید. خب این به شکل گاز تولید میشه. خب حالا میاییم بالای توزیع نزی میبینیم که آیا تعداد اتم های کربن به دو طرف تعامل، یعنی به طرف چپ و راست تعامل با هم مساوی برابر هستند یا نه. حساب میکنیم. کربن ما چند اتم؟ یک اتم. اکسیژن ما دو اتم. این طرف حساب میکنیم. چند اتم کربن؟ بسیار خوب. نام خدا یک اتم.
و تعداد اکسیژن ما چند از هم دوتون بسیار خوب. پس معادله در حالت توزین قرار داره یا معادله توزین شده، ما دیگه کدام ضریبه نداریم که به طرف چپ یا راست از یا نوشه کنیم، معادله را به می حالت چه میکنیم؟ قرار میدیم و این اعتراق مکمل کربن به امرای اکسیژن میباشه. اینی بود شاگردای عزیز درس امروز هم. خدا کنه که از فرا گرفتن از این درس و نوشتن از این معادلات و توزین کردن از این معادلات خوشتان آمده باشه. این حالی من یک ارزیابی دارم. از جمله تعاملات مهم کربن، تعاملش بمرای چی می باشه؟ بمرای چی؟ بمرای اکسیژن. نام خدا. زمانی که کربن امرای اکسیژن ترکیب میشه، کدام مرکبات می سازه؟ کدام مرکب؟ مرکب کربن مونوکساید. اعتراق برام چیاد نکنن؟ بنام اعتراق نامکمل. و اعتراق دومیش، کربن زمانی که امرای اکسیژن ترکیب میشه، تشکیل گاز کربن دای اکساید هم میکنه. دای اکساید یعنی دو اکسیژن، مونوکساید یعنی یک اکسیژن. و این اعتراق یا تعامل دومه بنام تعامل مکمل کربن به امرای اکسیژن یاد میکنن. البته شاگردای عزیز درستانه میخوانین، یاد میگیرین و کدام مشکلی بود مشکل بعدا طرح میکنین. در این درس اوقدر کدام کارخانگی وجود نداره، بازم شما اینمی تعاملات تعامل کربن به امرای اکسیژن و باز هم تعامل کربن هم برای اکسیژن، یعنی اعتراق نامکمل و اعتراق مکمل نوشته میکنین، بعدا میر توضیح میکنین. این بود کار خانگیتان. از همراهیتان یک دنیا تشکر. خداحافظ ناصرتان. انشاءالله درسایتان رو میخرین. خداحافظ.